درود و خوش آمدگویی و سپاس از اینکه برنامه های ما رو دنبال می کنید. شاید اسم ویتامین C رو زیاد شنیده باشیم، اما منیزیم واژه زیاد آشنایی برای ما نیست. ولی شاید از این مطلع نباشیم که اگه منیزیم در بدن ما کم بشه، در هضم و جذب غذاها با مشکل روبرو میشیم و حتی بدن ما دیگه نمیتونه از چربی ها، پروتئین ها و کربوهیدرات ها استفاده کنه. کمبود این ماده ترشح انسولین رو با مشکل مواجه میکنه. پس بیماری های همچون دیابت هم به ما نزدیک میشن. در ادامه کلیپ با ما همراه باشید تا از خطرات نخوردن منیزیم براتون بگیم و لیست بیماری هایی که میتونه متوجه ما بشه. و همینطور بررسی کنیم که چطور کمبود منیزیم باعث چاقی بیش از حد ما میشه. دوستانی که تازه وارد کانال شدن میتونیم با فشار دادن دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله کنار اون همیشه به جدیدترین آپدیت های ما دسترسی داشته باشین. چرا منیزیم اینقدر مهمه؟ منیزیم در بیش از 350 واکنش بیوشیمیایی ضروری در بدن شما از جمله هضم، تولید انرژی، عملکرد ماهیچه ها، تشکیل استخوان ها، ایجاد سلول های جدید، فعالسازی ویتامین B، آرامسازی عضلات و در بهبود عملکرد قلب، کلیه ها، مغز و سیستم عصبی ما موثره. منیزیم به اندازه اکسیژن اهمیت داره. متاسفانه سطح منیزیم بدن شما خیلی راحت میتونه با مصرف بیش از حد نمک، الکل، کافئین، عرق کردن شدید و استرس های طولانی مدت یا شدید، اسهال مزمن، قاعدگی بیش از حد، آنتی بیوتیک ها و داروهای دیگه و حتی برخی از انگل های روده پایین بیاد. چطور بفهمیم که دچار کمبود منیزیم هستیم؟ فقط 1% منیزیم در خون انباشته میشه. بنابراین با یک آزمایش خون نمیشه به میزان واقعی منیزیم پی برد. حتی خیلی از پزشکان هم در طی مراحل آزمایشگاهی نمیدونن که بیمارشون با کمبود این ماده معدنی روبرویه. اما 21 نشانه بارز وجود داره که اگه اونها رو در خودتون دیدید، یعنی حتما شما با کمبود منیزیم روبرو هستید. خستگی دائم و سطح انرژی پایین، عدم تعادل هورمونی، مشکلات در خواب، ضعف در استخوان‌ها، تنش و درد در عضلات، اسپاسم و گرفتگی، ریتم قلب غیر طبیعی، سردرد، احساس اضطراب، عصبانیت، تحریک پذیری، سنگ کلیه، یبوست، گرایش به خوردن شکلات بیش از حد، چشمک زدن چشم، فشار خون بالا، پوکی استخوان، گرفتگی عضلات، آسم، تهوع و استفراغ و اختلالات خلقی. ارتباط منیزیم و وزن شما. در اکثر مواقع تمایل به خوردن زیاد غذا به دلیل فقدان مواد معدنی مغذیه. غذا میخورین اما اصلی ها رو نه. مخصوصا غذاهای فراوری شده و آماده که تقریبا خالی از مینرال ها و مواد لازم هستند. شما با خوردن بسیاری از غذاها فقط در حال وارد کردن کالری به بدن خودتون هستید و این هم موجب میشه فقط وزن اضافه کنید، در حالی که بدن را از مواد مغذی محروم کردید. به علاوه ارتباط عمیقی بین استرس و چاقی وجود داره. وقتی شما نگرانی میکنید یا استرس دارید، فرایند متابولیک بدن شما متوقف میشه و در چنین شرایطی کاهش وزن امری غیر ممکنه. در شرایط استرس بدن احساس میکنه تحت حمله قرار گرفته و تمام منابع چربی خودش رو جمع میکنه. خبر خوب اینجاست که منیزیم میتونه اثرات استرس رو به طور موثری خنثا کنه. علت دیگه چاقی عاملی به نام متابولیک سندرومه. منیزیم در جذب ویتامین B بسیار موثره و اگه این ویتامین یعنی ویتامین B جذب بدن نشه، فرایند متابولیک بدن پایین میاد و این امر شما رو با چاقی روبرو میکنه. حالان که جذب ویتامین B هم به منیزیم ربط داره. کلن شرایند سندروم متابولیک زمانی به وجود میاد که به طور طولانی مدت یک سری مواد ویژه در بدن شما کم بشه. از جمله این مواد منیزیمه که عوارضی همچون کلسترول بالا، فشار خون، چاقی، افزایش گلیسرید و اسید لوریک رو در بدن به همراه میاره. بدون منیزیم بدن نمیتونه پروتئین رو حذف کنه و نتیجه این امر رسوب اسید لوریک در بدنه و همچنین ترشح انسولین که عاملی برای مبارزه با قند خونه با کمبود مواجه میشه. اگه انسولین ترشح نشه، بیماری های همچون دیابت، بیماری قلبی متوجه ما خواهد شد. همچنین بدن نمیتونه از گلوکوز برای تامین انرژی خودش استفاده کنه. وقتی این گلوکوز در بدن باقی بمونه و استفاده نشه، منجر به افزایش وزن، چاقی و آسیب به کلیه ها خواهد شد.
ارتباط مگنزیم با حالت روحی شما. مغز ماده شیمیایی به نام سروتونین تولید میکنه که این ماده باعث خوشحالی در شما خواهد شد. اگه مگنزیم کم بشه، سروتونین نمیتونه تولید بشه. بنابراین چه این حالتی میتونه منجر به افسردگی در شما بشه. ارتباط مگنزیم با انواع پادرد و درد عضلات. مگنزیم پس از ورود به بدنتون در بافت‌های عضلانی بدن ذخیره میشه. یکی از بزرگترین نشانه های درد پا و کمر درد فقدان مگنزیومه. استرس، کافئین، قند و مصرف الکل میتونه سطح مگنزیوم بدن شما رو پایین بیاره. برای درمان چنین دردهایی مقدار 400 میلی گرم از این ماده معدنی در روز نیازه. بسیاری از سبزیجات برگ سبز حاوی این ماده هستند. ارتباط مگنزیوم و بیخوابی. تحقیقات جدید نشون داده ماده معدنی مگنزیوم میتونه بیخوابی شما رو درمان کنه و همچنین کیفیت خوابتون رو هم بهبود بده. و اما ارتباطی که مگنزیوم با استرس داره. اگه این ماده معدنی در بدن شما کم بشه، سطح پاسخگویی بدن شما به هورمون‌های استرس‌زا کم میشه و سطح ترشح این هورمون‌ها در بدن شما زیاد خواهد شد که میتونه اثرات منفی رو روی سلامت شما بذاره. در واقع مگنزیم هورمون کورتیزول رو که یک هورمون مربوط به ترس و استرس هست رو مهار میکنه. اما مگنزیم چه تأثیری روی قلبتون داره؟ مگنزیم بسیار ضروریه برای نرمال کردن فشار خون شما و همچنین تعداد ضربان قلبتون رو نرمال میکنه. چون اگه مگنزیم کم بشه، کلسیم و پتاسیم هم به سلولهای شما راه پیدا نمیکنه و کمبود این مواد باعث میشه ضربان قلب طبیعی به هم بخوره. خیلی از بانوان با دردهای قاعدگی مشکلات دارن و هر ماه اون رو تجربه میکنن. این دردها میتونه عوامل مختلفی از جمله استرس، کمبود مواد مغذی و عوامل و سبک دیگه زندگی داشته باشه. استفاده از مکمل‌های مگنزیم میتونه باعث از بین رفتن و کاهش این دردها بشه. مگنزیم میتونه به عضلات و سیستم عصبی شما کمک کنه تا این دردها رو به حداقل برسونین. اما واقعا چرا سطح مگنزیم بدن شما کم میشه؟ 12 عامل وجود داره که باعث کاهش مگنزیم در بدن شما میشه. مصرف بیش از اندازه شکر، الکل، قهوه و نوشابه های گازدار و همچنین نمک، آرد سفید و تصفیه شده و استفاده از نان های سفید، استفاده از مواد غذایی مانند گوشت، لبنیات و تخم مرغی که در مراحل رشدش از هورمون‌های رشد استفاده شده باشه، استفاده زیاد از کلسیم در برنامه غذایی و مکمل‌های زیاد کلسیم، آب‌هایی که بهش فلوراید اضافه شده باشه، استفاده از ماهی‌هایی که در بدنشون فلزات سنگین جمع شدن، منظور ما ماهی‌هایی هستن که در آب تمیز رشد نکردن و همچنین فلزات سنگینی که از طریق دندان پزشکی و واکسیناسیون به بدن شما برسه. آفتکش‌ها، سموم و محصولات غذایی تغییر ژنتیکی یافته یا همون GMO‌ها. هشتمین مورد استرس طولانی مدت یا شدیده. عرق کردن بسیار زیاد، اسهال مزمن، باران اسیدی و استفاده از آنتی بیوتیک ها و داروهای تشویزی، مثلا داروهای ضد کلسترول، آنتی اسید ها و هورمون درمانی و همچنین داروهایی که برای پوکی استخوان تجویز بشه. پس فقط برنامه غذایی ما نیست که باعث چاقی و یا انواع مختلف دردها در بدن ما میشه، بلکه کمبود ماده معدنی مهم به نام مگنزیم هم میتونه چنین عواملی رو باعث بشه. به مقدار در روز باید مگنزیم استفاده کنیم و بهترین منابع تأمین مگنزیم از کجاست؟ میزان مورد نیاز بدن ما به این ماده حیاتی حدود 300 تا 400 میلی گرم در طول روزه. بهترین منبعی که شما میتونید مگنزیم رو به بدنتون برسونید لیستی از مواد خوراکیه که جلوتر نام میبرم و همچنین قرص های مکمل که میتونید از داروخانه ها تهیه کنید، ولی بهترین راه مصرفش مواد غذایی غنی از مگنزیمه. 25 ماده غذایی که سرشار از مگنزیم هستند. اولیش جوانه گندمه. این ماده خوراکی میتونه 10% نیاز روزانه شما به مگنزیم رو تامین کنه. دومیش پودر کاکائو. منظور ما از پودر کاکائو استفاده از شکلات های مختلف که شیرین شدن نیست. منظور ما خود پودر کاکائو خالصه و یا یک فنجان شکلات داغ خانگی. سومی مصرف آجیل هایی مثل بادام، آجیل برزیلی، بادام هندی، گردو، فندق و پسته. چهارمین مورد دانه ها و غلات کامل.
یعنی نان و ماکارونی که از آرد کامل تهیه شده باشند، منابعی مانند برنج وحشی، گندم سیاه، ارسن و جو. نمره پنجم، تمشک‌ها. یک فنجان از تمشک حاوی 7% نیاز روزانه شما رو به منیزیم تامین میکنه. شماره 6، دانه هایی مانند دانه کدو و دانه کنجد. هفتم، لوبیای لیما که یک فنجان آن حاوی 20% نیاز روزانه شما به منیزیم. هشتم، نخود فرنگی. یک فنجان از نخود فرنگی 10% نیاز بدن شما رو به منیزیم تامین میکنه. عدس. یک فنجان از عدس پخته شده میتونه 20% نیاز روزانه شما به منیزیم رو تامین کنه. نخود سیاه چشم، جوی دو سر، چغندر سبز، سبزیجات برگ سبز نظیر اسفناج، چافدار، شلغم، خرما، هلو، آفکادو، نارگیل، بامیه، کشمش، سیر، آلو و موز هم دارای مقادیر بسیار زیادی منیزیم هستند. کل بدن یک انسان بالغ از 25 گرم منیزیم تشکیل شده که 50-60% در استخوان‌ها وجود دارند و بقیه در بافت‌های نرم. ارزیابی اینکه بدن شما با کمبود منیزیم روبروست یا خیر کار سختیه، چرا که همونطور که گفتم منیزیم در داخل سلول‌ها و استخوان‌های شماست. روش‌های دیگه‌ای برای ارزیابی میزان منیزیم در بدن علاوه بر نشانه‌هایی که در ابتدای ویدیو گفتم از راه اندازه‌گیری غلظت منیزیم در بزاق و ادرار شما امکان پذیره. جدول زیر میتونه به شما در میزان استفاده دقیق از منیزیم در طول روز کمک کنه. این جدول میزان مورد نیاز انسان از زمان تولد تا سن 50 سال به بالا رو بررسی میکنه. بیشترین منابع منیزیم عبارتند از بادام خشک شده که حدود 1 اونسش 80 میلی گرم منیزیم داره. اسفناج جوش داده شده 1/2 پیمانه حدود 78 میلی گرم، بادام هندی کاشو 1 اونس حدود 74 میلی گرم، بادام زمینی بو داده شده 1/4 پیمانه حدود 63 میلی گرم و لوبیای سیاه پخته شده 1/2 پیمانه و اندازه 60 میلی گرم منیزیم داره. پس از پیام‌های گرم شما و از اینکه با مایید بسیار خوشحالیم. منتظر کلیپ‌های دیگه ما هم باشین. روزگارتون شاد و سلامت.